قسمت 64 و اولین قسمت از سه قسمت رندوم اینتراکشن همون. یه توضیح راجع به کیفیت ویدیو بدم که کیفیتی که من خودم رندر میکنم خیلی بالاست، یعنی حداقل 720 هست، ولی متاسفانه وقتی آپلود میکنم یوتیوب کلن تخریبش میکنه و بالاترین کیفیت اون میکنه 480، که از این بابت متاسفم. رندوم اینتراکشن های بازی، نزدیک افراد مختلف که بشید این علامت آبی رنگ ظاهر میشه و قراره که 10 تا از 14 تا رو انجام بدید. 10 تا از 14 تا برای تکمیل 100 درصدی بازی کافیه و من بهتریناشو نشونتون میدم و بهتره که به همین ترتیبی که من انجام میدم انجام بدید که قاطی پاتی نشه. این اولیش بود، جاشم رو نقشه نشونتون دادم. این بابا مثلا سه تا رندوم اینتراکشن داره، برای اینکه درصدشو بگیریم باید هر سه تا رو انجام بدیم. و توی اولین رندوم اینتراکشنش برداشت $100 مفتی بهمون داد و داشت حرفای کمونیستی و چرت و پرتا رو میزد. میریم سراغ بعدی، اونو فعلا میذاریم کنار تا رندوم اینتراکشن بعدیش ظاهر شه. من میرم رندوم اینتراکشن های بعدی رو انجام میدم. این یکی مثلا یه دونه است، همینجا درجا تموم میشه وقتی انجامش بدید. این باباس کلن روسا و اینا کامراد، اینا این واژه رو خیلی استفاده میکنن، کنم به معنی روس یا اسلاو بودنه، حالا خودم باید سرچ کنم دقیقشو. این بابا داره تعریف میکنه که من قبلا یه لحظه میکروفونو کردم صورتم کنم صدام آزاردنده شد. داره تعریف میکنه که یه مرد بیبندوبار بودم و همش مشروبات الکلی و اینا، الان همه رو گذاشتم کنار. میگه حالا اینا رو برای چی داری به من میگی یا این وسط؟ میگه الان یه آدم مثبتی شدم دیگه. میگه فقط دیگه فرصت های زندگی پیش رومه، دیگه مشکلی نیست. میگه بس باشه من میرم. میگه نه یه دقیقه وایسا. میگه یه خواهشی ازت دارم. میگه یکم به بابای بدهکارم باید پولشو بدم، ولی یکم قراقاتیه. میگه خیلی وقت پولشو ندادم و اینجور چیزا. میگه الان میخوام پولشو برم پس بدم، ولی با هم بیا که خطر چیزی تهدیدم نکنه. این کاراکتر بازی رو چند جای دیگه هم توی کاتسینای قبلی ماموریت اصلی دیده بودیم، توی ماموریت ولاد بودش اگه اشتباه نکنم. الان هم که همه ماموریت اصلی به جز آخری ها رو انجام دادیم دیگه، همه رندوم اینتراکشن بازی هم باز شده توی هر سه جزیره. I first got sober. I bet they did. Shit, I couldn't hold a glass of water without spilling it all over myself. میگه اینقدر مست بودم میگه حتی نمیتونستم یه لیوان آب و نگه دارم بدون اینکه همش رو بریزم به خودم. گفت غمت نباشه من اینجا. اومدیم پولتون رو پس بدیم. میگه فکر کردی پول کافیه؟ اومده خونه یارو تلویزیون ملویزیونش رو پرت کرده، گنکاری کرده. میگه پول کافی نیست، حالا کافی اسلحتون رو بکشید. به همین سادگی. رندوم اینتراکشن خوبشونه که خیلی آسونن. قبلی که همینطوری $100 بهمون داد، مرتی که اسکل میگفت استرس گرفتم و عصبی شدم، بذار برم یه دونه مشروباتی چیزی بزنم. اسکل تو معتاد بودی تا همین چند وقت پیش. یه اون پولیه که میخواستم به یارو پس بدم دیگه، یارو زدی کشت دیگه. این پول بر خودت.
بدرود، دکمه این کاراکتر رو هم میفشاریم و مثلا این چون یه دونه بود دیگه بلا فاصله درصدش هم اضافه میشه. هنوز توی جزیره اول بازی هستیم و یه کاراکتری که قبلا هم دیده بودیمش، بدمن که رفیق جیکوبه، کاراکتر جامائیکایی با لهجه غلیظ. نه خبر. چه خبر ها؟ یکی داره سر به سرت میذاره. یه چند تا مافیای روسی اومدن و دارن سر به سر ما میذارن و چش رو چش کردن و لج و لج بازی. نیکو هم گفتش بیا بریم دهنشون رو سرویس کنیم. هم موتور رو هم ماموریت قبلی دارم، همینو میشینیم دو ترک. اینم خیلی راحته، رو هم موتور هم میتونید تیراندازی کنید در عرض 30 ثانیه. به همین سادگی، به همین خوشمزگی، اصلا کار دشواری نداریم توی ماموریت رندوم اینتراکشن همون. رندوم اینتراکشن رو 3 قسمت کردم، یعنی 3 تا ویدیو همه رو انجام میدم. بعد اون میمونه اکتیویتی دوستان و بعد هم بازی تمام میشه دیگه. ماموریت تسلیح رو تمام میشه، انجام میدیم و بازی رو تمام میشه. میریم سراغ GTA V، Red Dead Redemption، Far Cry Primal، ماینکرافت، حتی فیفا هم شاید استوری مودش رو بازی کنم، چون فیفا هم خریدم برای PS4. شاید اونم بازی کنم چون شنیدم خیلی باحاله، ولی خودم بازی نکردم. موتور از اینجا رد میشه، تو ایران که کلن از همه جا رد میشه، ولی تو بازی حالا فعلا از اینجا رد میشه. من از همینجا میام تو. همین تمام شد. و خوبی که داره اینه که خودش دکمهشو میزنه، یعنی نیاز نیست برش گردونین، همینطوری خداحافظی میکنه با یه اسنپی چیزی برمیگرده. نکرم راستا تمام شد، اینم دیگه کاری با ما نداره. اما یه کاراکتر دیگه که قبلا دیده بودیمش، اگه گفتین این کیه، این زنه مستر فاستینه که به درک واصل شد شوهرش. میگه از مرگ همسرتون ناراحت شدم، ابراز همدردی به بازماندگان آن مرحوم. میگه شوهر من که آدم خوبی نبود، در حقیقت آدم خیلی مزخرفی بود، ولی زندگیم با اون بهتر بود. الان دخترم بدون پدر داره بزرگ میشه. و کلن بدبخت بیچاره شدیم، پولمون از دست دادیم، تو آپارتمان زندگی میکنیم. میگه پول میخواید؟ میگه نه. میگه کسی هست دیده این دختر ما یتیمه، اومده گیر داده بهش. میگه کی؟ آدرسشو گفت. گفتش نیکو هم گفت من نمیتونم کار زیادی تو زندگی براتون انجام بده، ولی میتونم این یورو دست به سرش کنم. و این زنم گفتش لطفا نکشش. خب میتونید، چند تا آپشن داره، میتونید بزنید طرفو بکشید و همه جوره تموم میشه، ولی من نمیکشمش، میرم کتکش میزنم فقط که دومشو بذاره رو کولشو جمع کنه بره. اینم یه دونه است، اینم انجام میدید و بلا فاصله درصدشو تحویل میگیرید. الان که فکر میکنم خیلی ماموریت فرعی داشتیم بازی و شاید
جی تی ای وی به مراتب تکمیل 100%ش کمتر از این زمان میبره، گرچه شاید اصلا اونو تکمیل 100% نرم و کلا یه گیم پلی فان بذارم و ماموریت اصلیش رو خواهد تمام کنم. یه نرم دنبال آیتما و این چیزاست، گرچه گفتم که خیلی آیتما و ایناش هم کمتره از جی تی های قبلی. این ابله اینجاست، سیس هم گرفته. شت فیس خودتی سکول یا پرکات هوک راست هوک چپ زارت زورت وریشن های مختلف بوکس رو دارید میبینیم از نیکو. یک کراش زدی روش نب بابا. تمام شد. 2 ثانیه پیش داشت کوری میخونده، همین 2 ثانیه پیش الان به غلط کردن افتاد. این نشون میده که آدم ها کلن تو موضع ضعف قرار بگیرن شخصیت دیگه پیدا میکنن. درس هایی از جی تی ای با حاج آقا جباری. دیگه رفتیم شهر دوم نیویورک تایمز، روزنامهش اینجا هست تایمز سکوئر. این بابا دو تا مأموریت چیز داره رندوم اینتراکشن، اولیشو بازم توی این ویدیو انجام میدیم، دومیش میره توی ویدیوی دیگه چون زمان میبره ظاهر شه تو نقشه. Selling it on the street. The majors are just pimps, and I ain't no bitch. No, I can see that. Man, if I have to spend the rest of my life preaching on a street corner, so fucking be it. Give it up for Pat. این هم از این لات و لوتای خیابون و Man, you hear that punk? Yeah, you heard me, bitch. What you gonna do about it? Hey, fuck you. I've had enough of your crap. نیکو اوکی شد باش، الان رفت دعوا کنه. یه 4 نفر بلدید که چقدر طبیعی واقعا ظاهر شدن اتوبوس ها. از عرش اعلا به زمین فانی پیوستن. اینم کاری نداره، یه اسلحه بکشید لاتیشو نمیخواد پر کنید، با همین اسلحه وردارید بکشید. تمام شد. بعدیش هم یه 4 تا خیابون بالاتر ظاهر میشه که بعدن با هم انجام میدیم. همونجا تو جزیره دوم بازی هستیم، جایی که نیویورک واقعیه، در واقعیت شهر نیویورک است. این کاراکتری که ما تو کشتی باهاش بودیم اول بازی، تو کاتسین اول بازی، یعنی تو کشتی اینا با هم قاشاقی اومدن، یعنی الان بنده خدا اومده کیف داره میفروشه کنار خیابون بسات کرده. میگه نه خبر کیفه حالک، پسرمو تو دیدی؟ آره بیش از حدم دیدیم، خیلی زیاد دیدیم. میگه تو چی کار میکنی؟ یه اینجا اصلا خر تو خر یا امریکا وحشی بازی اصلا. یه الان شرایطمون راحت تر، حداقل از اون کشتیه راحت تره. گوشیش زنگ زد، اسمش هم حسنه. میگه الان میام. میگه نیکو کاری داری؟ یه دقیقه بیا با من ببینیم یکم پول جمع کنیم. پول جمع کنیم، قرار بریم دنبال این یارو. یه ماشین باید گیر بیارید که من برادرهای زحمتکش تاکسی رانی رو ازشون عذرخواهی میکنم بخاطر این کاتسین. کلا مهاجرایی که با این سر و وضع و با این سیس بلند میشن میان، معلومه که قرار اونجا گنگکاری کنن. و کلا وقتی میگه let's go collect some money، مانی که خب علف هرز نیست، یا رو درخت که نمیروید، یه کار
منفی بوده که باید مانیشو کالکت کنه. خفشو. یارو میاد اینجا پولاشو برش بیاره. پولامو داری؟ خیلی وقت نداری. ما چش کرد به جای اینکه کله بزنه. گفتش که یادم رفت بپرسم تو آمریکایی هستی یا نه؟ مهاجر غیر قانونی. من با مهاجر غیر قانونی دلار نمیدم. دیگه واضحه باید مغز طرف رو پخش کنید. Catch up to him, man. با تاکسی چه ماشینی رو گرفتم براتون حال کردی؟ مرد دیگه، کلش هم افتاد رو فرمون و رو بوغ و پلیس. من نمیدونم چی میگی، بمیر بابا. خیکی خیلی با ابهت. باد کولر. جایم که این بابا رو باید پیاده کنید خیلی نزدیکه. برای این ویدیومون کافی. امیدوارم که لذت برده باشین از دیدنش و مثل قبلی ها حوصله سرور نیستش حداقل. و خیلی ممنونم از همه کسی که دونیت کردن. زیر ویدیو هم ازشون تشکر کردم، کسی که از ویدیو قبلی تا حالا دونیت کردن. و امیدوارم که تا آخر این سری ببینید که ببینید چه اتفاقی میفته، چجوری بازی تمام میشه، چون خیلی نزدیک شدیم. حدس میزنم 3 تا 4 تا ویدیو دیگه داشته باشیم، حداکثر 5 تا. ویدیو بعدی خدافظ همگی.